سپاسگزاری میکنم آقای امینی عزیز. درباره قوام سلطنه هفته پیش اشاراتی کردید و یکی از این اشارات این بود که نادرست است که قوام سلطنه گویا در انشای فرمان مشروطه دست داشته و از هواداران پروپاقرص مشروطه بوده. یه سوال دیگه هم درباره قوام دادم، بعد خواهم گفت. این رو من هفته گذشته به درازا اشاره کردم که درست نیست. خط قوام در نوشتن، قلم خامه قوام در نوشتن فرمان مشروطه کاملا آشکار است. در این جای گفتگو نیست که یکی از خوشنویسان دربار بوده و از کسانی بوده که در نوشتن این گونه اسناد کار میکرده، اما از شمار کسانی که انشا کرده یا اندیشه فرمان مشروطه از خامه او بیرون آمده چنین نیست. و این رو هفته گذشته به درازا اشاره کردم و گفتم که سندی رو که مدعیان چنین ادعایی بهش اشاره میکنن سند ساختگی است و از جمله سندی است که یکی از امضا کنندگان در هنگامی که تاریخ این سند رو میخوانیم 16-17 سال بیشتر نداشته، دیگری نامش اونی نبوده که اشاره شده، خود قوام هم نمیتوانسته به نام قوام السلطنه امضا کنه چون کس دیگری نریوارخان سفیر ایران در اتریش، او در واقع قوام السلطنه بوده و 3 سال پس از این تاریخ در گذشته. و برابر این افسانه است و به اون پرداختم. اجازه بدید که اون رو دیگه تکرار نکنم. همیهنان همیشه میتوانن به آرشیو تلویزیون رجوع کنن و اون رو مورد بررسی قرار دن. آقای امینی، اون سوال دیگر این است که یکی از رایج‌ترین و گویا پذیرفته ترین برداشت‌های تاریخی درباره همین قوام السلطنه ماجرای گفتگوهای تردستانه او با استالین دیکتاتور روسیه بوده درباره بحران آذربایجان که به پایان اشغال آذربایجان توسط ارتش سرخ و سپس فروپاشی فرقه دموکرات انجامید. بله. و تقریبا همگان اذعان دارند که این یکی از برجسته ترین برگ ها در زندگی قوام است. آیا این هم یکی از موارد برداشت نادرست و غیر تاریخی است؟ نه تنها برداشت نادرست است، یک نوع شوخی با تاریخه. ببینید جناب مقری، زمان رو در نظر بگیرید. ایران 2 بار در جریان جنگ جهانی نخست و دوم اعلام بی‌طرفی کرد و تصور این بود که اینکه مستوفی الممالک اعلام بی‌طرفی ایران رو در جنگ جهانی اول به آگاهی بریتانیا و عثمانی و روسیه رسانده، موضوع تمام است، کسی وارد خاک ایران نخواهد شد. یا اینکه دولت رضا شاه نخست وزیر اون زمان منصور، پدر منصوری که کشته شد به دست بازماندگان فدایان اسلام، پدر حسن علی منصور، منصور السلطنه علی منصور، چون به دولت‌های خارجی اعلام کرده بود که ما بی‌طرف هستیم و نخست وزیران پیش از اون و دولت رضا شاه به طور کلی اینها به احترام خواهند گذاشت، در حالی که بی‌طرفی بر پایه قدرت یک کشور است و یا بر پایه مقتضیات جامعه است. مثلا سوئیس وقتی اعلام بی‌طرفی کرد، چون بانک اروپا بود، همه طلا و پول‌های اروپا در اونجا نگهداری می‌شد، این بی‌طرفی رو بهش توجه کردند. یا در اوج جنگ جهانی، طرفین جنگ جهانی دوم، طرفین درگیری که شهرهای یکدیگر رو، لندن رو از اون سوی هم انگلیس ها، شهرهای آلمان رو بمباران‌های گسترده می‌کردند، توافق کردند که پاریس به دلیل جنبه تاریخی و هنری ویران نشود. هیچ ساختمانی در پاریس ویران نشد، بمباران نشد. این یه تفاهمی بود. ایران چنین نقشی نداشت. در جنگ جهانی اول اصلا پیش از اینکه ایران اعلام بی‌طرفی بکند، روس‌ها 10 بار به ایران لشکر کشیده بودند. تبریز رو گرفته بودند. عثمانی‌ها 1000 بار آمده بودند به ایران. و در جریان جنگ جهانی اول
کسی بهایی به اعلام بیطرفی ایران نداد. در جنگ جهانی دوم از این بدتر شد. یعنی اگر در جنگ جهانی اول ورود نیروهای خارجی در آذربایجان و بخشهایی از کردستان و جنوب ایران محدود بود، در جنگ جهانی دوم عملا دولت ایران رو ساقط کردند. یعنی متفقین وارد ایران شدند، روس‌ها که به ویژه وحشیانه بمباران کردند بخشهایی از ایران رو که لازم هم نبود و پادشاه کشور رو تغییر دادند. این نخستین بار بود که یک دولت خارجی یا یک دولت‌های خارجی پادشاه ایران رو برمی داشتن. همه دگرگونی های تاریخی در ایران در درون ایران صورت گرفته. حتی برکنار کردن محمد علی شاه در جنگ داخلی بود، مشروط خواهان با مشروع خواهان، با طرفداران محمد علی شاه، یا کنار نهادن محمد علی شاه، ببخشید احمد شاه، به وسیله هواداران رضا شاه صورت گرفت. حالا اینکه آیا انگلیسی ها در پشت سر نقشی داشتن یا نداشتن موضوع بحث نیست، اما برای نخستین بار به طور رسمی نیروهای نظامی سه کشور وارد خاک ایران شدند، شوروی، بریتانیا و ایالات متحده آمریکا، و اتمام حجت دادن به پادشاه در اون هنگام رضا شاه که خاک ایران رو ترک کنه. حتی گفتگوهای فروغی برای ماندن رضا شاه در ایران استعفا رو پذیرفته بود، ولی ماندن رضا شاه در ایران رو اونها نپذیرفتند. البته به رضا شاه وعده داده بودند که به یک جای خوش آب و هوایی در آمریکای جنوبی می رود، ولی به راهی یک جای بسیار بد آب و هوایی در جزیره موریس کردند. خب یک احساس حقارتی در میان ایرانیان وجود داشت، به ویژه هنگامی که شوروی حاضر به ترک خاک آذربایجان نشده بود و چشم به پیوستن آذربایجان به شوروی داشت. یعنی می‌خواست جمهوری متحد آذربایجان رو ایجاد کنه بین آذربایجان در اران سابق که به نادرس آذربایجان خوانده شده و می شود، و آذربایجانی که دی هنوز هم آذربایجان جنوبی می خوانند، آذربایجان واقعی، چشم به این داشت. در همون زمان در جنوب هم انگلیسی ها ماجراهای آغاز کرده بودند. جالب اینجاست که در جریان اشغال آذربایجان به وسیله شوروی، دولت ایالات متحده سخت فعال بود علیه اشغال آذربایجان در سازمان ملل جانب ایران رو گرفت. بریتانیا خاموش بود، چون بریتانیا بدش نمی آمد که ایران دوپاره بشود. جنوب که نفت ایران رو در دست داشت در دست بریتانیا بماند، و شمال که هنوز نفتی نمی داشت، نفت اندکی می داشت، حالا شوروی در شمال ایران نفوذ داشته باشه. پیمان 1907 رو بعدشون نمی اومد که دوباره زنده کنند. در این میان قوام السلطنه می رود به شوروی، به مسکو، با همراهانی، با دولت شوروی و با شخص استالین دو بار گفتگو میکنه. هر دو بار هم بیش از یک ساعت نبوده، و وقتی باز میگردد و تفاهم رو به آگاهی مجلس میرساند، جالب اینجاست که برگردم، تفاهم رو حتی به آگاهی مجلس هنوز نرسانده، چون تفاهمی وجود نداشته. تفاهم سپس به دولت ایران، به آگاهی دولت ایران رسیده، و سپس ساچکوف این گفتگو رو با دولت قوام انجام میداد، و قوام قهرمان افسانه‌ای و تهمتنی میشود که رفته و در روسیه استالین رو گول زده. چگونه گول زده؟ وعده داده که نفت شما رو به شما خواهیم داد، قوای خودتون رو از آذربایجان خارج بکنید، و ما این پیمان رو که مذاکره خواهیم کرد و تصویب خواهیم کرد باید به رأی مجلس بگذاریم، چون مجلس در دوره فترت هست. اجازه بدهید من بروم انتخابات رو آغاز کنم، و پس از انتخابات مجلس این رو تصویب میکنه. میآید و کابینه مشترکی با حزب توده به وجود می آورد، و در ایران معروف می شود که قوام با استالین کنار آمده. و سپس هنگامی که مجلس رأی نمی دهد به این نفت شمال و قوای شوروی هم خارج شده، و چند ماه پس از اون هم توجه کنید که خروج قوای شوروی از ایران و سقوط دولت فرقه دموکرات چندین ماه با یکدیگر فاصله داره. قوای شوروی در آغاز خرداد از ایران خارج شده، خرداد 1325. سقوط دولت فرقه دموکرات در آذر 1325 است.
نزدیک به 6 ماه فاصله است، گفتگو در این میان بوده، ولی معروف می شود که قوام استالین رو گول زده. خب یه لحظه بیاندیشید، جدا فکر می کنیم که حزب کمونیست اتحاد شوروی با اون همه توانایی، کادرهای برجسته، گول جوان آدمی رو خوردن، جوان که نه، آدمی رو خوردن که بر روی برای اونها جوان بیشتر نبوده، یا آدم به هر حال از یک کشوری آمده که هیچ قدرت رقابت با اتحاد شوروی رو نداشته. گفتگوها هم که بین قوام و استالین در پستوی اتاق خواب استالین نیست، یک کادری با یکدیگر گفتگو میکنن. یعنی تمام این کادرهای برجسته اتحاد جماهیر شوروی فریب این رو خوندن، قانون اساسی ایران رو نمیدانستن. چنین نیست. برگردیم به تاریخ. از 1946 تا 1948 فردی که بعدها رئیس سازمان CIA می شود و پیش از اون مهمترین دستیار آیزنهاور در جنگ جهانی دوم بوده، سفیر ایالات متحده آمریکا در شوروی است. تمام گفتگوها بر سر ایران، یونان، برلین و دیگر جاهایی که درگیری های میان شوروی و ایالات متحده آمریکا به وجود می آید، از سوی آقای بیدل اسمیت هستش. بیدل اسمیت نفر دوم در واقع پس از آیزنهاور در کادر رهبری اداری جنگ جهانی دوم، در اون تیم در واقع نظامی آیزنهاور هست. و ترومن بعد از پایان جنگ جهانی دوم این آدم رو به دلیل توانایی و پیشینش سفیر ایالات متحده آمریکا در شوروی میکنه و در 1950 آقای بیدل اسمیت در دوران آقای ترومن رئیس سازمان نوپای CIA می شود که تازه به وجود آمده بوده و طرح کودتای 28 مرداد رو بیدل اسمیت نوشته. اصلا در دوران بیدل اسمیت تنظیم شده برانداختن نه خود 28 مرداد رو، بلکه طرح برانداختن مصدق زیر نظر بیدل اسمیت بوده. این آدم توانا در همه گفتگوها درگیر هست. نویسنده اصلی زندگی نامه بیدل اسمیت کراسویل اوست که نخستین بار در مورد تهدید شوروی، تهدیدی که در چند گفتگوی دراز میان بیدل اسمیت با استالین در مورد خروج نیروهای شوروی از آذربایجان می شود بازگو کرده. یعنی ما دو سند داریم، خاطرات ترومن و خاطرات زندگی نامه بیدل اسمیت، که در هر دو، البته یکی ترومن موضوع تهدید اتمی رو مطرح میکنه که هیچ شاهدی در این مورد در دست نیست، ولی بیدل اسمیت و زندگی نامه نویس او و اسنادی که از اون دوران وجود دارد نشان میدهد که دولت ایالات متحده آمریکا دست برتر رو داشته. از این هم من بالاتر میروم. هنگامی که نیروهای شوروی از ایران خارج میشدند، البته بخشی از اونها هنوز باقی مانده بودن، بخش بزرگی از اونها خارج می شدن، ما با دو یا سه سند بسیار مهم روبرو هستیم. یکی خاطرات سیدوف است، خاطرات که هنوز چاپ نشده، نسخه خطی اون وجود داره. سیدوف منشی باقروف بوده، رئیس حزب کمونیست آذربایجان، مسئول ورود نیروهای نظامی شوروی در آذربایجان ایران، و در این خاطرات از گفتگوی صحبت میکنه که استالین با سیدوف داشته، که سیدوف سراسیمه نیمه شب از اون ویلایی که در کنار دریای مازندران داشته با همون رخت خواب میآید و با پیژامه و به استالین پاسخ میداد. استالین به او دستور میداد که ما دارای توان آغاز یک جنگ جدید نیستیم، و به او دستور میداد که قوای شوروی رو از آذربایجان خارج کنند. دو سند دیگر که هیچ کس درباره اونها گفتگویی نداره، یکی نامه معروف پیشوری و یارانش به استالین است که امروز در دست ماست، و دیگری پاسخ استالین به اونهاست. استالین در پاسخ خودش به پیشوری می نویسد که اتحاد جماهیر شوروی در شرایطی نیست که بتواند وارد جنگ تازه‌ای بشود. ما نمی توانیم مام سوسیالیستی رو، میهن سوسیالیستی رو به خطر بیاندازیم برای آذربایجان.
تعریف میکنه از پیشوری، میگه ولی ما نمیتوانیم. خب قوام که تهدید نکرده بوده اتحاد شوروی رو به جنگ تازه‌ای، اگرم تهدید میکرده با پس گردنی بیرونش میکردن. یک قدرت بزرگتری که دارای نیروی هسته‌ای بوده، تنها دولتی در اون هنگام که نیروی هسته‌ای داشته، یعنی در هیروشیما و ناگازاکی، نشان داده به دولت شوروی. ژاپن تسلیم شده بود پیش از بمب اتمی هیروشیما و ناگازاکی، ولی دولت ایالات متحده آمریکا میخواست نشان بدهد که ما چنین جنگ افزار بسیار بسیار قدرتمندی رو در دست داریم. حالا تصور کنید در اون هنگام استالین داره با قوام السلطنه دو سه ساعت مذاکره میکنه و وعده هایی میدن، با هم یک فیلم هم نگاه میکنن. این رو خود قوام در گزارش به مجلس گفته، نشستیم و با به ژنرالیزم استالین فیلم نگاه کردیم. عجب فیلم های قشنگی رو دیدیم، کنیاک خوردن و سیگار کشیدن و فیلم نگاه کردن. تصور این که قوام السلطنه رفته و با این وعده ها بدون فشار ایالات متحده آمریکا استالین رو فریب داده، یک نوع احساس شادمانی برای ما ایرانیان است که در دو جنگ جهانی کشورهایی که ما به اونها اعلام بیطرفی کرده بودیم بهایی به بیطرفی ما نداده بودن، کشور ما رو اشغال کردن، پادشاه کشور رو روانه کشور دیگری کردن و در سامان سیاست ایران دخالت کردن. جدا از اینکه شما طرفدار رضا شاه باشید یا نباشید، به هر روی در سیاست ایران دخالت کردن. این است که ما خوشمون میامد، دلبستگی داشتیم به این که، علاقمند بودیم، شادمان می شدیم که دریابیم یک سیاست مداری داریم به نام قوام السلطنه رفته و استالین رو گول زده. پشت پرده این قدرت نظامی ایالات متحده آمریکا که از جنگ جهانی دوم به عنوان نیرومندترین کشور جهان بیرون آمده و آسیب جز در هوایی ندیده، کشور ویران نشده و یک قدرت اقتصادی بسیار نیرومندی در دنیا به شمار می آید، اون رو به شمار نیاوردیم که پشت صحنه چه فشاری بر استالین بوده که در جنگ داخلی یونان شرکت نکنه. حتما اونجا رو هم قوام رفته مذاکره کرده که به استالین گفته حالا شما که گول ما رو خوردید و آذربایجان رو دارید پس میدید، این یونان رو هم شما با یونانی ها یه روابط قدیم داریم، اینم در نظر بگیرید در جنگ داخلی یونان دخالت نکنید، چون همون موقع جنگ داخلی یونان میان کمونیستا و دولت یونان شروع شده بود. خب اینا افسانه است. یک رشته گفتگوها و مذاکرات میان دولت ایالات متحده آمریکا و شوروی بوده. اینها حریم دولت شوروی رو در اروپای شرقی میپذیرند و با پذیرفتن این حریم اونها نفوذ خودشون رو در کشورهای بالتیک گسترش میدن. لشکرکشی های بعدی به مجارستان، ماجراهای بعدی اون رو میدانیم و دولت ایالات متحده آمریکا هم این تعهد رو به آمریکا میدهد که به پیمان ایران و شوروی ارج بگذاره و برخلاف ترکیه که بعدها بخشی از ناتو شد و پایگاه نظامی ایالات متحده آمریکا در ترکیه ساخت و هنوز هم داره، در ایران هیچ پایگاه نظامی ساخته نشود. این است که در هیچ دوره‌ای در ایران دولت آمریکا پایگاه نظامی نداشته، اگرچه ایران در اوج قدرت محمد رضا شاه متحد تواناتری از ترکیه و حتی اسرائیل با ایالات متحده آمریکا بود و بیشترین جنگ افزار رو از ایالات متحده آمریکا می‌خرید، ما پایگاه نظامی آمریکایی در ایران نداشتیم. اینها گفتگوهایی بوده که میان آمریکا و شوروی انجام شده و بخشی از اون عقب نشینی قوای شوروی از آذربایجان بوده و جالب اینجاست که دولت شوروی پس از عقب نشینی از آذربایجان به معاملات بازرگانی خودش با ایران ادامه میده. معمولا بین این سه کشور آمریکا، شوروی و آلمان و شوروی مهمترین همکار بازرگانی ایران به شمار می آمدن. آمریکا سوم بوده تا اگر اسلحه رو کنار بگذاریم جنگ افزار. این است که این افسانه است که استالین رفته و حزب کمونیست شوروی رو با 20 اندی میلیون و پولیت برو و کادر و پژوهشگر و غیره نشسته و پای یک سیگار و مقداری کنیاک استالین رو گول زده. این برای دلخوش کنک ما ایرانیان جالبه، ولی واقعیت تاریخی نداره. آقای امینی
این تردستی میبخشید طولانی دروغی، صحبت کردم، بله خیلی طولانی شد خواهش پاسخم. شما، میگم این تردستی دروغین نسبت داده شده به قوام السلطنه بله. در کتاب تیررس حادثه هم آمده، اثر آقای بله در همه اسناد آمده، اصلا این رو به عنوان مهمترین دستاورد و واقعا پیروزی قوام برشمردن. در اون کتاب که اصلا گفته شده این از ملی کردن صنعت نفت مهمتر بوده، چون ملی کردن صنعت نفت با گرفتاری روبرو شده، ولی بازگشت آذربایجان به مام وطن خدمتی است که قوام به تاریخ ایران کرده. جالب اینجاست که خود قوام این ادعا رو هیچ وقت نکرده، ولی دیگران این ادعا رو برای او کردن و قوام رو باد کردند و ما ایرانی ها هم خب لذت میبریم دیگه. که مثل همین بحث هاییست که جناب مهری امروز هم میشود که آقای ظریف کری رو گول زد یا دولت ایران آمریکا رو گول زد. آمریکا اگه نمیخواست این کار رو انجام بده بر اساس منافعی، این کار رو انجام نمیداد. الان منافع داره روشن میشه، دارن بوئینگ هواپیما میفروشه، دیگر مؤسسات وارد روابط با ایران شدن. اینا داستانی که تصور این که کشور بزرگی مانند شوروی یا ایالات متحده آمریکا گول یک کشور کوچکی رو با امکانات محدود خورده باشد، اینا یه مقدار خوشایند شاید مردم باشه ولی واقعی نیست.